درود و وقت بخیر میگم. امروز چهارشنبه 16 خرداد 1403 است و با کیوسکی دیگر از تلویزیون آریان همراه شما هستیم. ابتدا نگاه میاندازیم به سطحیت چند روزنامه چاپ امروز صبح تهران. روزنامه کار و کارگر تصویب سریع بخشنامه ضد کارگری در روزهای پایانی دولت 13 بازنشستگی پیش از موعد به امری ناممکن تبدیل می شود. روزنامه جهان اقتصاد بررسی افزایش ترانزیت ریلی نشان می دهد رشد در سایه غفلت. روزنامه روزگار از برنامه تنبیهی و تشویقی دولت برای حل ناترازی برگزارش می دهد. قبض جریمه یا جایزه خودرویی کدام در انتظار ماست؟ روزنامه جهان صنعت از خطر تداوم ارز چند نرخی پرده برمی دارد. چراغ سبز به فساد ارزی. روزنامه آسیا هم به مناسبت روز جهانی محیط زیست در مطلبی با عنوان فرصت کوتاه نجات محیط زیست در مورد بحران این حوزه نوشته است. یگانهای مدافع شرق کردستان اعلام کرد که یک گریلای آن در نتیجه حملات پهبادی ارتش اشغالگر ترکیه به شهادت رسیده است. یرگی میگوید تا پیروزی پیرو خط شهدای من خواهیم بود. مرکز اطلاع رسانی و مطبوعاتی یرگی مشخصات یک گریلای شهید را به اطلاع عموم رساند. او در 30 دسامبر 2023 برابر با شنبه 9 دی 1402 در حمله پهبادی ارتش ترکیه به منطقه آسوس شهید شد. مشخصات گریلای جان باخته به این شرح است: سانی ایمانی با نام سازمانی شروان رجدا متولد ماکو. در پیام یگانه مدافع شرق کردستان نوشته شده که سانی ایمانی در شهر ماکو در روشلات کردستان چشم به جهان می گوشاید. مثل هر فرزند کردستانی ظلم و اشغال بی ادالتی را به چشم خودش می بیند. کودکیش را این گونه آغاز می کند و بزرگ می شود. همانطور که او بزرگ می شود احساس میان دوستی که در منطقه وجود دارد به او اجازه می دهد وارد جستجوی زندگی آزاد شود. فرزندی است که با داستانهای قهرمانی گریلا بزرگ می شود. عضو خانواده است که در راه انقلاب کردستان شهید داده است. پس از شهادت شهید رشدا زاگرس که از بستگانش بود، این مهم تأثیر بسزایی بر او گذاشت. به همین دلیل نام شروان رشدا را برای خودش مشخص می کند و به صفوف گریلاهای آزادی کردستان می پیوندد. یرک می افزاید در صفوف ما او زندگی را خیلی سریع یاد می گیرد. هر جا که لازم بود بدون تردید کار می کرد. برای تبدیل شدن به یک مبارز واقعی او همیشه خود را آموزش میداد و مدام در حال تلاش بود. او با روحی عالی شرکت کرد. به همین دلیل جای خود را در قلب هر رفیقی باز کرد و محبوب شد. تا پایانم بر هدف خود یعنی آزادی رهبر آپو پیگیر بود. او تا آخرین قطره خونش در صفوف ما مبارزه کرد. یرک واقعی شهادت سانی ایمانی معروف به شروان رشدا را به خانواده او و همه مردم کردستان تسلیت گفته و در این حال بار دیگر قول می دهد که تا پیروزی پیرو خط شهیدان باشد. کمپین نه به اعدام آری به حیات آزاد که از سوی کجار راه اندازی شده در راستای فعالیت‌های خود یک طوفان تویتری به راه می اندازد. این طوفان تویتری با عنوان بر علیه اعدام و برای یک زندگی آزاد که حق هر انسانی است هم صدا شویم روز شنبه ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی آغاز خواهد شد. گردانندگان این کارزار اینترنتی با بیان آن که هشتک مورد نظرشان 5 دقیقه قبل از شروع بر روی اکانت کمپین نه به اعدام آری به حیات آزاد اعلام خواهد شد، از همه آزادی خواهان که با زندگی بر علیه قتل دولتی جمهوری اسلامی می‌ایستند دعوت کرده در این کارزار اینترنتی مشارکت داشته باشند.
یک کولبر دیگر در مناطق مرزی ناسود کرمانشاه با شلیک مستقیم نظامیان ایران کشته شد. طبق گزارش منابع خبری از شرق کردستان، طی ساعت بامداد امروز چهارشنبه 16 خرداد 1403 نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در مناطق مرزی ناسود بدون اطلاع قبلی به سوی شماری از کولبران تیراندازی کردند. در جریان این تیراندازی یک کولبر کرد با نام هجیر محمودی اهل روستای پوینه و ساکن شهر جوانرود جان باخته است. پیکر این کولبر بیمارستان قدس پاوه منتقل شده. با احتساب این جنایت نظامیان ایران در مناطق مرزی، طی 3 روز گذشته 4 کولبر در مناطق مرزی بانه، مریوان و نوسود بر اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی کشته و یا زخمی شدند. در جریان نشست 2 روز شورای حکام فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه مشترک اعلام کردند که برنامه اتمی ایران به سطح هشدار رسیده است. این 3 کشور در بیانیه مشترکشان همکاری ایران با آژانس را ناکافی دانستند و خواستار اقدامات فوری و بیشتر در این باره شدند. در این بیانیه همچنین با اشاره به گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده است، جای تعجب نیست که گزارش آژانس بار دیگر تایید می‌کند که ایران به تشدید فعالیت‌های هسته‌ای حساس خود در زمینه اشاعه ادامه می دهد و همچنان از تعهدات برجامه خود عدول می کند. در مقابل ایران هم مدعی شده که تعهدات برجامه خود را کاهش خواهد داد و به نحوی میز مذاکرات با آژانس بین المللی انرژی اتمی را برهم زده است. برای گفتگوی بیشتر در این رابطه دعوت کردیم از آقای جلال ایجادی، آکادمیسین و جامعه شناسی از طریق اسکایپ با ما همراه هستند. آقای ایجادی خوش آمد میگم به شما. تنش اتمی ایران با غرب کجا ختم میشود؟ علی رغم تهدیدات جمهوری اسلامی به واکنش جدید، دیروز این در نشست شورای حکام پرونده هسته ایران بررسی شد و اعلام شد که فعالیت های هسته ایران به سطح خطرناک رسیده است. درود به شما و همه بینندگان گرامی شما. ببینید، ماجرای پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از ابتدا پرونده مخفی، پرونده خانمانسوز و پرونده‌ای بوده که پیوسته و پیوسته به حول خودش مجموعی از مکانیزم‌های مربوط به امر فساد و تجاوزهای جمهوری اسلامی در منطقه رو معنا می‌دهد و به این خاطر هستش که پیوسته جمهوری اسلامی تلاش کرده که این پرونده رو به شکلی به جلو ببره که تا اونجایی که میسر مخفی باقی بمونه در ایران مجموعه به حال اون مراکز اتمیش و از سوی دیگه نسبت به جامعه غرب و جهانی پیوسته به نوعی کلک زنی در واقع حکومتی پرداخته و این ادامه داره و ما میدانیم که به حال بر اساس قراردادهای بین‌المللی آنچه که مربوط به غنی‌سازی غیر نظامی تا 3.7% نرماله، طبیعیه، ولی کن وقتی که از این به بعد بگذری تمایل این گونه فعالیت ها تمایل چی؟ عملا نظامی به خودش میگیره و ما در این سالهای اخیر دیدیم که میزان غنی‌سازی به 20% رسید، پس از اون 40%، و به هر حال در آخرین گزارش آژانس که چند ماه پیش من دیدم به در واقع 60% رسیده و آژانس اعلام کرده که در حال حاضر جمهوری اسلامی توانایی رو داره که 3 بمب اتم هم با توجه به مجموعی در واقع اورانیومی که جمع کرده اینها به اون اجازه میده که حتی تا حدود 3 بمب داشته باشد. به علاوه این نکته هم باید شما توجه بفرمایید که خود آژانس اعلام کرده، چند ماه پیش بود آقای گروسی، که ما در ایران در واقع آلودگی های اتمی بیش از 60% رو نیز دیدیم، یعنی تا حدود 80%، و بنابراین برای جمهوری برای آژانس این مطلب هستش که این آلودگی باز هم بیشتر از کجا می آید و برای آژانس این فرضیه نیز وجود دارد که با چه بسا 2
در واقع مرکز اتمی مخفی وجود داشته باشد که جمهوری اسلامی اعلام نکرده و به این خاطر هم هست این آلودگی ها رو در این ارتباط توضیح میدن. و بالاخره و ما میدونیم که همون گونه که در خبر شما بود به ابتکار سه کشور یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، از اونجایی که حدود دو سال عملا فعالیت های بازرسان خوب صورت نمیگیره، بخشی از دوربین ها رو جمهوری اسلامی بسته سنگ اندازه میکنه و امروز هم گفته که به دنبال کشته شدن رئیسی وقت لازمه رو نداره، فرصت لازمه رو نداره و به این خاطر هستش که غرب و مشخصا این سه کشور خواهان این شدن که به طرز جدی آقای کروسی دارای گزارش های دقیقی بشود که بر اساس این گزارش ها اینها بفهمن که واقعیت امر چگونه هستش، به خاطری که خود آقای کروسی مطرح کرده که در شرایط کنونی ما اطلاع دقیقی نداریم و شرایط تازه خود این شرایط نوعی در واقع نگرانی بر اونها تولید میکنه و در یک بنبست قرار دارند. بله آقای جادی، با توجه به این گزارشی که دیروز اعلام شده در شورای حکام، خواستار این ایران همکاری جدی با آژانس داشته باشه در این رابطه، ولی ایران گفته از تعهدات برجامی خودش عدول خواهد کرد، تعهدات برجامی خودش را به حد کمتری میرسن. آیا میشه گفت ایران بر میز مذاکراتی که با آژانس بین‌المللی بوده را برهم زده است با این واکنشی که نشان داده امروز دیروز؟ ببینید، ما میدونیم که به هر حال اون برجام به دنبال بیرون آمدن آمریکا از اون قرارداد عملا در واقع به نحوی به یک دوران بحرانی کشیده شد. حالا جمهوری اسلامی میگه علی‌رغم این ما به تعهدات خودمون در واقع چیکار میکنیم؟ عمل میکنیم. ولی این حرف تبلیغاتی جمهوری اسلامی هستش. بر اساس گزارش هایی که ما داریم میبینیم که حداقل در این دو سال اخیر باز هم فعالیت های جدیدی داره صورت میگیره. فعالیت های مربوط به غنی‌سازی اتمی فراتر از حتی 60% داره صورت میگیره. بنابراین جمهوری اسلامی همیشه دروغ میگوید. جمهوری اسلامی رژیمی نیست که بشود نسبت به اون اعتماد داشت. ما ایرانیان این رو به راحتی میشناسیم و میدانیم و جامعه جهانی هم نسبت به این امر از نظر من تا حدودی گاهی دچار در واقع ساده لوحی شدن. مراکز منابع به اصطلاح دیپلماتیک جهانی تا یه حدودی دستخوش ساده لوحی خودشون بودن و این رو من در فرانسه با متخصصین این امر بارها مطرح کردم. منتهای مراتب جمهوری اسلامی همون گونه که ما میدونیم در زمینه دیپلماسی در واقع سیاست گروگانگیری رو داره و پیوسته از این طریق میخواد به تمام کشورهای غربی فشار بیاره، از سوی دیگه هم مخفی کاری رو داره، از سوی دیگه هم شانتاژ رو داره و به همین خاطر هم هستش که اینها اعلام کردن که ما همکاری میکنیم. و در ضمن همین دیروز بود که یکی از آقای اسلامی که در این زمینه مسئولیت داره اعلام کرد که اگر چنانچه این قطعنامه به اصطلاح به تصویب برسه اونها اقدامهای جانانه‌ای میکنن، نوعی تهدید علیه غرب که به اصطلاح از وظایف خودشون عدول میکنن. ولی که ما امروز باید به راحتی بگوییم و تکرار بکنیم که در حال حاضر تعهد جمهوری اسلامی رعایت نمیشود، زیرا جمهوری اسلامی یک رژیم تبهکاری هستش که در تمام زمینه‌ها پیوسته دروغ میگوید. بله جناب ایجادی، در این روزها شاهد یک نوع برخود و موضع‌گیری جداگانه آمریکا با کشورهای اروپایی هستیم. می‌بینیم قبل از این نشست آمریکا رادیکال‌تر از کشورهای اروپایی موضوع می‌گرفت. این جریان چیه؟ چرا آمریکا مثلا به نسبت کشورهای اروپایی رادیکال ضعیف‌تر یک واکنش ضعیف‌تری داره نسبت به برنامه‌های هسته‌ای ایران؟ بله کاملا شما درست می‌فرمایید و ما می‌دانیم که از طریق محافل اروپایی این خبر رو شنیدیم که از اونجایی که در واقع چند ماه اخیر این سه کشور خواهان به اصطلاح به بحث گذاشتن قطعنامه بود، آمریکایی‌ها به نحوی به شکل غیر رسمی اعلام کردند که یا مطرح کردند یا فهموندن که چنین اقدامی رو نباید کرد. به چه خاطر؟ گفتم به این خاطر که در واقع جمهوری اسلامی واکنش های حادتری میتونه نشون بده و ما رو یعنی آمریکایی‌ها رو به لحاظ اینکه در یک دوران مربوط به چی؟ مربوط به انتخابات در آمریکا هستن، نمیخواهن منجر به این بشه که جمهوری اسلامی واکنش های تندتری نسبت به این انتخابات نشون بده. بنابراین آمریکا از زاویه مصالح کشوری خودش و مشخصا آقای بایدن از زاویه انتخابات مخصوص به خودش هستش که این همراهی
و همسویی رو نشون نمیده. البته برخی اوقات گفته که نه ما همراه هستیم، ولی که به هر حال تا به امروز ما مخالفت آمریکا رو عملا دیدیم. باید در انتظار باشیم که تا روز جمعه ای که میآید که به هر حال به رأی گذاشته خواهد شد این قطعنامه، آیا آمریکا در این زمینه موافقتی خواهد داشت یا نه. و به علاوه البته این زمینه ای هستش که برای اینکه این پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل در واقع بره، و ما میدونیم که در اونجا باز مشکلات دیگری خواهد بود از جمله خود چین و یا روسیه، که اینها در کنار جمهوری اسلامی ایستادن و برابری امکان اینکه جلوی اون رو بگیرن هست. ولی که همین که اروپا و غرب بتواند به شکل متحد در واقع یک فشار خودش رو علیه جمهوری اسلامی به کار ببرد، خود این گام اولی هستش که به هر حال تا آخرین هفته روشن خواهد شد. بله، با تشکر از شما جناب آقای جلال ایجادی، اکادمیسیان و جامعه شناس که در کیوسک امروز شرکت کردید. سپاس از شما. روزتون خوش. ادامه کیوسک. روزنامه آسیا چاپ تهران به مناسبت 5 ژوئن روز جهانی محیط زیست در مطلبی با عنوان فرصت کوتاه نجات محیط زیست در مورد بحران این حوزه نوشته است. امروز روز جهانی محیط زیست است. دیگر بر کسی پوشیده نیست که جهانی که در آن زندگی می‌کنیم در وضعیت وخیمی قرار دارد. اقدامات بشر در چند قرن گذشته شرایط اقلیمی را به جای رسانده که اغلب تحلیلگران و کارشناسان آن را بحرانی می دانند. 5 ژوئن به عنوان روز جهانی محیط زیست نامگذاری شده، با این همه وضعیت چنان خطرناک شده که بایستی تمام روزهای سال به این نام خوانده شود تا همه ساکنان زمین در راستای بهبود شرایط قدم بردارند. روز جهانی محیط زیست یک رویداد سالانه است و هدف از برگزاری این روز افزایش آگاهی جهانی نسبت به این مسئله است. این روز یک فرصت است تا همه با هم به یاد بیاوریم که چگونه اقدامات کوچک می تواند تغییرات بزرگی را در حفاظت از محیط زیست به همراه داشته باشد. تاریخچه روز جهانی محیط زیست به سال 1972 باز می گردد. در آن سال برای اولین بار سازمان ملل متحد کنفرانسی را با موضوع انسان و محیط زیست در شهر استکهلم سوئد برگزار کرد. همزمان با برپایی این کنفرانس، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که منجر به تشکیل برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد شد. از سال 1972 تا کنون در سراسر جهان مراسمات ویژه‌ای به مناسبت این روز برگزار می شود. مراسم این روز می تواند به اشکال مختلف باشد، مثل راهپیمایی خیابانی، همایش های دوچرخه سواری، نمایش مسابقات نقاشی و مقاله نویسی در مدارس، درختکاری، فعالیت های مربوط به بازیافت، پاکسازی و غیره. هدف از برگزاری چنین مراسم‌های جلب توجه عمومی به مسائلی است که محیط زیست را آلوده می‌سازد. روزنامه جهان صنعت از خطرات تداوم ارز چند نرخی در ایران پرده برمی‌دارد. نوشته چراغ سبز به فساد ارزی. چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد که در شرایط فعلی به دلیل تشدید اثرات تحریم‌های بین‌المللی امکان حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. اخیراً نیسته گزارشی توسط بانک مرکزی بر اولویت بخشیدن به مهار تورم و نقدینگی و به نحوی بر تداوم چند نرخی بودن ارز در این حوزه گزارش تأکید شده است. می شود گزارش رئیس کل بانک مرکزی را به عنوان توضیحی بر شرایط اضطراری پذیرفت، اما استمرار آن و توجیهی بر لزوم استمرار آن توسط رسانه بانک مرکزی در عمل به مسابقه چراغ سبزی بر تداوم این رویه مفسد انگیز است. واقعیت امر آن است که ارز چند نرخی حتی در میان مردم عادی و فاقد دانش اقتصادی و سواد مالی نیز به عنوان یک بستر فساد انگیز اقتصادی مورد تایید است. در این گزارش روزنامه جهان صنعت آمده در شرایط فعلی که دست کم 29 میلیارد دلار ارز ترجیحی و بیش از 40 میلیارد دلار ارز نیمایی در ایران تنها برای یک سال گذشته توزیع شده، استمرار این رویکرد تنها به تشدید توزیع راند در کشور و فساد ارزی منتهی خواهد شد.
روزنامه جهان اقتصادم در مطلبی با عنوان رشد در سایه غفلت مشکلات ترانزیت ریلی ایران را بررسی کرده است. روزنامه جهان سند در مورد مشکلات ترانزیتی ریلی ایران نوشت در سال 1401 شرکت راه آهن رشد منفی 26% را تجربه کرد و در سال 1402 حتی نتوانست نیمی از آن رشد منفی را جبران کند. با این حال مقامات مسئول میگویند میزان ترانزیت کشور در سال 1402 رشد 6.9% نسبت به سال قبل داشته است، اما افزایش این میزان به 2 برابر یا 20% کل ترانزیت نیاز به توسعه ناوگان ندارد، هرچند ایران برای ناوگان ریلی خود به 1000 کیلو لوکوموتیو جدید نیاز دارد. کارشناسان معتقد هستند سهم راه آهن در ترانزیت کنونی ایران 10% و حدود 1.5 میلیون تن است. به گفته یک کارشناسان طبق قانون پنجم توسعه و قانون مدیریت سوخت تا سال 2000 آینده سهم بار از طریق ریل باید از 7% به 30% برسد. این موضوع بارها قبل افتاده است و مدت ها سهم ریل 10% است. علاوه بر این ریل ها نیز فرسوده اند و در همه جا نیز شبکه های ریلی گسترش پیدا نکردند. با این حال بیش از 1 دهه از آغاز خصوصی سازی در صنعت ریلی ایران می گذرد، اما این مسئله در راه آهن با موفقیت همراه نبوده. سیاست های نادرست باعث شده حمل و نقل ریلی نتوان سهم قابل توجهی در جابجایی بار در این کشور داشته باشد. بخش خصوصی به دنبال این است که دولت به عنوان تسهیل کننده و متصدی عمل کند، اما خود بخش دولتی به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل شده است. علاوه بر این، امکاناتی که بعد از هدفمندی یارانه ها در اختیار بخش جاده‌ای قرار داده شده در اختیار بخش ریلی گذاشته شده اند. روزنامه کار و کارگر هم نوشته با تصویب سریع بخشنامه ضد کارگری در روزهای پایانی دولت 13 بازنشستگی پیش از موعد به امری ناممکن تبدیل می شود. 9 خرداد ماه سال جاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ دستور عمل شماره 57 درباره تکلیف پرداخت 4% حق بیمه اضافه مشاغل سخت و زیان‌آور اعلام کرد که همه مسئولیت ها در این زمینه بر عهده پیمانکار است و کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی ندارد. در متن این دستور عمل ابلاغی آمده در رابطه سسویی کار، رابطه کارگری و کارفرما بین کارگر و پیمانکار برقرار خواهد بود، لذا در دعاوی مطالبه 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور نیز در صورتی که رابطه سسویی کار وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان یعنی کارگر باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قرارداد کار به سهم هر کدام صورت بپذیرد. به این ترتیب کارگری که در طول دوره اشتغال خود در یک کارگاه ثابت با چندین پیمانکار مختلف قرارداد داشته در زمان بازنشستگی پیش از موعد باید تا ابد معطل بماند، چرا که پیدا کردن پیمانکارانی که سالها قبل از مجموعه رفتند اقامه دعوا علیه آنها عملا غیر ممکن است. روزنامه کار و کارگر در این باره نوشته با این دستور عمل ابلاغی همه مسئولیت ها از کارفرمای مادر سلب شده و کارگران مانده اند و پیمانکارانی که هیچ مسئولیتی برگردن نمی گیرد. احسان سهرابی که در این گزارش روزنامه کار و کارگر به عنوان فعال کارگری معرفی شده در ارتباط با این دستور عمل می گوید وزارت کار با این دستور عمل تیر خلاص را بر پیکر کارگران پیمانکاری کشور شلیک کرد. این دستور عمل پیمان دهنده را از هر مسئولیتی مبرر دانسته و کارگران را به مصیبتی جدید دچار کرده است. سهرابی با بیان اینکه بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور ملزم پرداخت 4% حق بیمه اضافه است، افزوده سازمان تامین اجتماعی فقط بعد از گرفتن این 4% با بازنشستگی کارگر موافقت می‌کند، اما متأسفانه در این دستور عمل کارگران پیمانکاری حق مراجعه به دستگاه ناظر را ندارد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زندانی و برنده جایزه صلح نوبل با راه اندازی کارزار علیه سرکوب و تعرض آزار جنسی زندانیان
خواستار پیوستن مردم به این کارزار شده است. نرگس محمدی در بیانیه خود ضمن اشاره به ضرورت روایتگری دادخواهی و حمایت از آسیب دیدگان از مردم خواسته به منظور توقف هر گونه آزار جنسی حکومت علیه معترضان به این کارزار بپیوندد. او با اشاره به این که تجاوز و تعرض جنسی به هر شکلی میتواند به عنوان ابزاری ویرانگر علیه هر آن کسی که حکومت دیگری تلقی میکند مورد استفاده قرار گیرد، گفته شده تاریخ معاصر ایران بر چنین استفاده هولناکی شهادت میدهد. در بیانیه کارزار همچنین با اشاره به جنایت جمهوری اسلامی در دهه 60 فاجعه کهریزک که حتی برخی مقامات مسئول وقت جمهوری اسلامی به آزار جنسی زندانیان و بازداشتگان اقرار کردند، گفته شده که هیچگاه آمران و عاملان این آزارها در پیشگاه ملت محاکمه نشدند، اما در مقابل این روایتگران و افشا کنندگان آزار جنسی بودند که همواره محاکمه و مجازات شدند. این کارزار پس از آن به راه افتاده که پیشتر در روز دوشنبه 14 خرداد 36 زندانی زن سیاسی با انتشار نامه‌ای خواستار این شدند جلسه محاکمه نرگس محمدی به دلیل افشاگری درباره آزار جنسی و تعرض به زنان بازداشتی در دادگاه انقلاب به صورت علنی و با حضور شاهدان و راویان آزار و تعرض جنسی و رسانه‌های مستقل برگزار شود. نرگس محمدی که تاکنون 3 بار به دلیل روایتگری آزار در دادگاه محکوم شده است، در 19 خرداد 1403 برای 4 بار در این زمینه محاکمه می شود. او در آخرین پرونده قضایی به تمام تبلیغ علیه نظام به 10 سال حبس محکوم شد و در حال حاضر در زندان اوین تهران محبوس است. در ایران پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی، جمهوری اسلامی قصد دارد در روز 8 تیر امسال انتخابات نمایشی 4 دوره ریاست جمهوری را برگزار کند. بسیاری از کنشگران اجتماعی این انتخابات را انتصابات و نمایش فکاهی می نامند. از 2 روز پیش نیز مهلت ثبت نام کاندیداها برای این پست پایان یافته و حدود 80 تن ثبت نام کردند و قرار است شورای نگهبان صلاحیت آنها را تا چند روز آینده بررسی کند. مانند استانی کاریکاتوریست با طرح نمایش کهنه به این انتخابات نمایشی برای ریاست جمهوری ایران جلب توجه کرده است. هلین امید عضو کمیته مرکزی پکک در گفتگو با شبکه تلویزیونی میدیا خبر تاکید کرد که دولت ترکیه در عراق و سوریه تحت عنوان جنگ با کردها به دنبال اشغال و الحاق اراضی کردستان و دستیابی به ثروت‌های طبیعی آن مناطق است. هلین امید در اشاره به مذاکرات ترکیه با عراق و عملیات نظامی جدیدی که از ماه آوریل علیه مناطق حفاظتی مدیا آغاز شده گفت که گریل‌های آزادی کردستان موضع تهاجمی‌تری به خود خواهند گرفت و عمل کردی خواهند داشت که سرنوشت جنگ را معلوم می‌کند. او گفت ما با حکومتی مواجهیم که در شمال کردستان دست به غارت می‌زند و با اشغال خاک جنوب و غرب کردستان می‌خواهد هیچ سکونتگاهی برای کردها باقی نگذارد. هلین امید با اشاره به حملات ارتش ترکیه که موجب تخلیه روستاها و تلفات غیر نظامیان در جنوب کردستان شده، به اقدامات مشابه طی حملات هوایی به روژاوا جلب توجه کرد و گفت که هدف ترکیه خالی از سکنه کردن منطقه است. عضو کمیته مرکزی پکک گفت آنها بی‌شرمانه و بی‌پروا می‌گویند که این مکان‌ها باید از وجود پکک پاکسازی و به صاحبان واقعی آنها بازگردانده شود. صاحبان واقعی اما چه کسانی هستند؟ کردها تنها مردمی‌اند که هزاران سال در این جغرافیا زندگی می‌کنند. کردها اصیل‌ترین مردم این جغرافیا هستند.
هلین امید همچنین توجه را به جنبه دیگری از حملات علیه جنوب کردستان و عراق جلب کرد و گفت اگرچه دولت ترکیه حضورش در اینجا را با جنبش ما توجیه می کند، اما هدف اصلی او فرود آمدن در میدان نفتی موسل و کرک و کسانها در رسانه های خود مدام در مورد میادین گازی چمچمال و نفت کرکوک و ثروت کردستان حرف می زنند. او با بیان آنکه ترکیه از طریق روابطش با جبهه ترکمن و داعش در حال سازماندهی در محدوده کرکوک است به تهدید ترکیه به حمله به روژاوا در صورت برگزاری انتخابات محلی در 11 ژوئن واکنش نشان داد و با جنگی خواندن هوا گفت که گزینه جنگ برای روژاوا در دستور کار ترکیه است. او با محکوم کردن قدرت‌های بین‌المللی که اجازه می‌دهند آنکارا نیروهای روژاوا که به جای بشریت در برابر داعش مقاومت کردند را هدف قرار دهد گفت که سکوت آنها در مقابل مناطقی که هنوز تحت اشغالند مایه شرمساری است. جامعه روژاوا با نسل‌کشی مواجه است و نه جامعه ترکیه. هلین امید باشده به اظهارات بشار اسد که دیدار با اردوغان را مشروط به خروج نیروهای اشغالگر از سوریه کرد گفت ولی کار محمدشیا از سودانی به جای کشیده شده که در دیدار با اردوغان علیه اشغالگری در جنوب کردستان سخنی نمیگوید. عضو کمیته مرکزی حزب کارگران کردستان از کشورهای منطقه خواست که به روابط خود با دولت ترکیه توجه کنند، زیرا این موضوع آنها را به یک محیط درگیری طولانی تر می کشاند، از آنجا که کردها از وجود خود دست بر نمی دارند، از آنجا که تسلیم نمی شوند، از شرف خود دست نمی کشند، از آنجا که کردها خواهند ماند و به عبارتی از آنجا که نمی توانند همه آنها را قتل عام کنند. واقعا وضعیت بسیار خطرناکی است. ترکیه با آتش بازی میکند و این آتش را نه تنها در درون خود بلکه در همه جا پخش میکند. گیدین ان کاتی اولوس دولت سیستم‌لرده بیله دموکراسی. ادامه یکیوز. روزنامه یعنی ازگر پولیتیکا عنوان اصلی خود را به تتهام اعتراضات در جول ملک به دنبال ازل شردار منتخب آنها از سوی دولت ترکیه اختصاص داده است. این مطلب با تیتر موضوع افتخار ملی راهپیمایی دوریز مردم جول ملک به همراه نمایندگان حزب سیاسی و سازمان های مردم نهاد را پوشش داده است. دولت ترکیه محمد صدیق آکیش فردی که مردم جول ملک به عنوان شهردار در انتخابات 2 ماه پیش برگزیدن را با یک حکم سیاسی عزل و زندانی کرد و به جای او معتمد خود را اعزام کرد. معترضان که به سمت محل ساختمان شهرداری راهپیمایی کردند مورد یورش پلیس ترکیه با گازهای اشک‌آور قرار گرفتند. جوانان در برخی از خیابان‌ها با سنگ به حمله پلیس پاسخ دادند. بسیاری از مردم از جمله رؤسای مشترک حزب مناطق دموکراتیک چیدم اوجار و کسکین بایدنر و نمایندگان دم پارتی تا صبح در خیابان‌های فرمانداری دست به تعصب زدند. 28 گروه عضو اتحادیه کانون‌های وکلای ترکیه به این اقدام اعتراض کردند و آن را خلاف قانون اساسی ترکیه خواندند. با افزایش اعتراضات، وزارت کشور ترکیه در جول ملک به 10 استان دیگر ممنوعیت تجمعات و تظاهرات وضع کرده است. یعنی ازگر پولیتیکا میگوید معلوم شده دادستانی که کیفرخواست پرونده که مبنای انتصاب قیوم برای شهرداری جول ملک بوده است را از اعضای گروه فتح الله گلن تنظیم کرده که خودش اکنون تحت تعقیب قرار دارد. روزنامه روناهی چاپ روژاوا در ارتباط با انتخابات شهرداری ها گفتگویی با حسن کوچر معاون رؤسای مشترک خود مدیریتی شمال و شرق سوریه انجام داده است.
حسن کوچر با بیان آن که انتخابات شهرداری ها در 11 ژوئن به مدلی جدید برای دموکراسی و آزادی اجتماعی در شمال و شرق سوریه بدل می شود می گوید که همه خلق های منطقه در انتخابات شرکت می کنند و رأی خود را مورد استفاده قرار می دهند. در مورد اینکه این تصمیم چه زمانی گرفته شده، حسن کوچر به رونهای می گوید این موضوع اوایل 2024 مورد توافق نهادهای اداری خودمدیریتی و نهادهای مدنی مربوطه قرار گرفت و به امضا رسید. پس از تصویب قرارداد اجتماعی و تایید مجلس خلقها برگزاری انتخابات قطعی شد. معاون رؤسای مشترک خودمدیریتی شمال و شرق سوریه انتخابات محلی را برای مردم منطقه مهم می‌داند، زیرا به گفته او شهرداری تابش اجتماعی است. قبل از این شورای شهرداری وجود داشت که اکنون حذف شده و به جای آن اتحادیه شهرداری ها افتتاح شده است. حسن کوچر میگوید اینجا هر شهرداری میتواند بدون آن که از جایی دستور بگیرد هر تصمیمی که خودش میگیرد را اجرایی کند و پروژه خود را عملی سازد. او میافزاید که نامزدهای شهرداری را خود مردم انتخاب میکنند و تصمیم در مورد آنها را خود مردم میگیرند. در این حال برای اولین بار است که زنان به طور مستقل نمایندگان خود را انتخاب میکنند. این انتخابات بر مبنای پارادایم رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان است که برای آزادی زن و تنوع هویتی استوار است. به گفته ی حسن کوچر به غیر از انجمن میهنی کردهای سوریه و حزب دموکرات کردستان سوریه که همکاران سیاسی حکومت ترکیه هستند، 22 حزب و سازمان رجاوی کردستان در انتخابات شرکت می کنند و نماینده دارند. پس از قتل یک پلیس آلمان در مانهایم با ضربات چاقوی یک مهاجم افغانستانی در یک تجمع، مقامات آلمانی از اخراج پناهجویان افغانستانی از این کشور صحبت می کند. طبق گزارش رسانه های آلمانی، پس از کشته شدن یک مأمور پلیس و زخمی شدن چند نفر دیگر در حمله یک مهاجم افغانستانی در شهر مانهایم، مقامات آلمانی می گویند در حال بررسی اخراج و بازگرداندن آن عده از پناهجویان افغانستانی به کشورشان هستند که از دید برلین تهدید امنیت برای آلمان به شمار می روند. نانسی فایزر وزیر کشور آلمان روز سه‌شنبه 4 ژوئن به خبرنگاران گفت برای من واضح است افرادی که تهدید بالقوه برای امنیت آلمان محسوب می شوند باید به سرعت اخراج شوند، که این شامل فرستادن افراد به افغانستان و سوریه نیز می شود. نانسی فایزر افزود من کاملا قاطعانه میگویم که منافع امنیت آلمان به طور واضح از منافع افرادی که تحت تاثیر این سیاست قرار میگیرند مهمتر است. پلیس آلمان روز جمعه 11 خرداد از تیراندازی و بازداشت مردی خبر داد که به یک اعضای یک گروه راستگرای مخالف اسلام با عنوان پاکس یوروپ با چاقو حمله‌ور شد که در حال آماده کردن محلی برای برگزاری میتینگ خود بودند. در آن حمله 7 نفر زخمی شدند و یکی از زخمی‌ها که یک مأمور پلیس 29 ساله بود کمی بعد بر اثر شدت جراحت در بیمارستان جان باخت. مظنون این حمله که یک جوان 25 ساله افغانستانی است در سال 2014 وارد آلمان شده است. او در محل حادثه هدف گلوله پلیس قرار گرفت و مجروح شد. این حمله واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته و برخی از گروه‌ها در آلمان خواستار اتخاذ رویکرد سختگیرانه‌تری در قبال مهاجران در این کشور شدند. و اکنون آزاده بارزاده از مرکز خبر آریان نگاه میاندازد به عناوین خبر و گزارش‌های امروز. آزاده خسته نباشید میگم، چه خبر؟ سلام آرام، وقتت بخیر، خسته نباشید. به خبرهایی که ما امروز خواهیم بهش پرداخت، یکی که در مورد کمپین نه به اعدام هست که از سوی کجار برگزار شده و همچنین گروه‌های دیگه هم بهش پیوستن، و همچنین در مورد افزایش خودکشی ما در ایران رو داریم که حالا باید ببینیم رویکردها چگونه هستش و این افزایش خودکشی در ایران بابت
ساعت چه چیزی هست، بیشترش به خاطر مسائل معیشتی و اقتصاد هست و یا اینکه نه مردم چشماندازی به آینده یا بیشتر در سطح جوان جامعه چشماندازی به آینده ندارن و این امها مسائل باعث شده که جوانها بخوان در اقدام به خودکشی کنن. و همچنین در مورد همچنان بحث عفاف و حجاب هست که در این شرایط و در این بحبه که حالا موضوع انتخابات هم هست، مقامات و مسئولین و رسانه‌های ایران همچنان بر حجاب اجباری تاکید میکنن و خواهان این هستن که بدنه این نظام برای پیشبرد اهداف خودش بحث حجاب رو پیش ببره و نذاره که این جبهه و این سنگری که ازش دم میزنن خالی بمونه. و یه موضوع دیگه هستش که در برنامه تلویزیونی مسئول تیم پرسپولیس مدیرعامل استقلال رو مورد خطاب قرار میده و تمسخر میکنه به خاطر لهجه‌ای که داره، که در این موضوع به موضوع نجات پرستی و لهجه ها و قومیت هایی که در ایران هستن خواهیم پرداخت که این خیلی موضوع حادی است و همیشه در این موضوع در این مسئله بحث هست. و همچنین برنامه اتمی ایران رو داریم که 3 کشور اروپایی خواستار این هستن که برنامه اتمی ایران رو محدود کنن، چون وضع اون غنی‌سازی اورانیوم و ساخت بمب اتمی که حالا ایران در موردش صحبت میکنه اینا به وضعیت هشدار رسیده. و همچنین در مورد انتخابات که شما بهش اشاره کردین هست که در قامشلو هست بهش میپردازیم. و در پایان اگه بحث‌هایی در مورد انتخابات ایران باشه و خبرهای تازه بیاد به اونها خواهیم پرداخت و کارنامه شخصیت‌هایی که در این انتخابات نام نویسی کردن و حالا قراره تا 10 روز آینده تعیین صلاحیت بشن رو بهشون میپردازیم و نگاهی داریم. بله، با تشکر از تو آزاده بارزادی از مرکز خبر آریا. و در اینجا به پایان کیوسک امروز رسیدیم. از اینکه تا پایین همراه ما بودید سپاسگزارم. بدرود.